بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بینندگان بسیار عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس دیگر از سلسله درس‌های نگاهی به ریاض الصالحین در خدمت شما هستیم. باب چهارم ریاض الصالحین درباره صدق و راستی است. باب صدق درباره راستگویی، صداقت و راستگویی. چقدر شنیدیم که فلان انسان انسان صادق و راستگویی است و مردم بهش اعتماد دارند، و چقدر میشنویم که فلان انسان انسان دروغگویی است و مردم بهش اعتماد ندارند. اونچه که در زندگی میتونه برای انسان اعتماد بیاره و انسان رو در واقع به جایگاه بلند و مناسبی در میان مردم برسونه، صداقت و راستی است. امام نووی رحمه الله در این باب سه تا آیه از آیات قرآن کریم رو ذکر میکنه و شش تا حدیث از احادیث گوهربار نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در آیه اول الله متعال میفرماید: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسانی که ایمان آورده اید، اتقوا الله، از عذاب الهی بترسید، پروا کنید، و کونوا مع الصادقین، و با راستگویان و درستکاران باشید. شما در کنار انسانهای راستگو باشید. انسانهای راستگو شما رو در مسیر درست و در مسیر صحیح هدایت می کنند. در جایی که خداوند صفات مؤمنین رو ذکر می کند، می فرماید و صادقین و صادقات، مردان راستگو و زنان راستگو. یکی از ویژگی های مؤمن، انسان مؤمن، این هست که راست می گوید. در جای دیگر خداوند می گوید فلو صدق الله لکان خیر لهم. اگر اینها در واقع با خدا رو راست می بودند، صادق و راستگو می بودند، این نکته برایشون بهتر بود. در مورد منافقین هست، این هست که صداقت از ایمان هست و کذب و دروغ از نفاق هست. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح فرمودند ان الرجل لا یصدق حتی یکتب عند الله صدیقا. مرد به اندازه راست میگوید تا جایی که نزد الله متعال صدیق، یعنی انسان بسیار راستگو، نام میگیرد. و بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان الصدق یهدی الی البر و ان البر یهدی الی الجنه. راستگویی انسان را به سوی نیکوکاری میبرد و نیکوکاری انسان را به سوی بهشت میبرد. و فرد به اندازه راست میگوید تا نزد الله متعال صدیق و راستگو نوشته میشود. و پیامبر اکرم در ادامه فرمودند که ان الکذب یهدی الی الفجور. دروغ انسان را به سوی فجور، فسق و فجور سوق می دهد. و ان الفجور یهدی الی النار. و فجور انسان را، فسق و فجور انسان را به سوی آتش جهنم می برد. و ان الرجل لیکذب حتی یکتب عند الله کذابا. و شخص به اندازه دروغ می گوید تا اینکه نزد الله متعال دروغگو نوشته شود. ببینید ما جزو کدوم گروه هستیم. در حدیث دیگر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که دع ما یوریبک الی ما لا یوریبک. اون چیزی که تو رو به شک و تردید وامی دارد رها کن، به سوی اون چیزی که تو را به شک و تردید رها وا نمی دارد. صدق و راستی اطمینان و آرامش می آورد. و الکذب ریبتون. و کذب انسان را به شک و تردید وارد می کند. در حدیث دیگر هنگامی که ابو سفیان به روم رفته بود نزد هرقل، و در اونجا هرقل از ابو سفیان پرسید که این محمد شما را به سوی چه چیزی دعوت می دهد.
ابو سفیان گفت محمد، ابو سفیان تا اون زمان مسلمان نشده بود، ابو سفیان گفت محمد به ما دستور میدهد که عبد الله ولا تشرکوا به شیئا، عبادت و بندگی الله متعال رو انجام بدید و چیزی با او شریک قرار ندهید. و بعدش امور دیگری رو اسم گرفت و بعد فرمود یکی از چیزهایی که به ما دستور میدهد و یامرنا بالصلاه و صدق، و به ما دستور میدهد که نماز بخونیم و راستگو باشیم. راستگویی به اندازه این مهم هست که حتی اگر انسان با نیت صادقانه از الله متعال شهادت بخواهد، گرچه شهید نشود خدا او را به منازل شهدا میرساند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند من سأل الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهدا و ان مات على فراشه. هر کس صادقانه از الله متعال شهادت بخواهد، خداوند او را به جایگاه شهدا میرساند گرچه بر فراش و بستر خودش بمیرد. همه این احادیث در واقع دلیل بر این هستند که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام به طور کلی میخواهند صداقت و راستی رو در زندگی ما پیاده بکنند و ما انسان‌های صادق و راستگویی باشیم، صادق با خودمون، صادق با مردم، صادق با خانواده، صادق با دوستان، صداقت در کار، صادق در معاملات. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی فرمودند که البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، فروشنده و مشتری زمانی که معامله انجام میدهند حق انتخاب دارند تا زمانی که از یکدیگر جدا نشدند. بعدش پیامبر اکرم فرمودند فان صدقا و بینا و بینا بورک فی بیعهما، اگر راست بگن، واضح و روشن صحبت بکنن، عیب کالاشون رو نپوشن، سوگند دروغ نخورن، بورک فی بیعهما، در بیع و معامله اونها خیر و برکت ایجاد می شود. و این کذبا و کتما محقت برکت و بیعهما، اما اگر دروغ بگند، عیب کالاشون رو پنهان بکنند، در واقع اون برکت به و معامله اونها از بین می رود. این است که این احادیث همه گویای این هستند که صداقت و راستی در زندگی انسان ارزش دارد و برعکسش دروغ گفتن یکی از علائم نفاق است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در اون حدیث صحیح فرمودند که علامت منافق سه چیز است: اذا حدث کذب، هنگامی که سخن میگه دروغ میگه، و اذا وعد اخلف، و هنگامی که وعده میدهد وعده خلافی میکند، و اذا اؤتمن خان، و هنگامی که امانتی نزدش گذاشته میشه خیانت میکند. منافق، انسان منافق هم با خودش صادق نیست، هم با خلق خدا صادق نیست و هم با خداوند عزوجل صادق نیست، در این که میگه من ایمان آوردم. ولی انسان مؤمن و متعهد هم با خودش صادق هست و هم با خدایش صادق هست و هم با خلق خدا صادقانه رفتار میکند. پس از اونجایی که صداقت و راستی از جایگاه بالایی در دین برخوردار هست، سعی بکنیم در واقع که این صداقت رو در زندگیمون پیاده بکنیم و در زندگیمون ازش محافظت بکنیم. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه، صحابی گرامی نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، وقتی غزوه تبوک بازمون، منافقین میومدن دروغ میگفتن، پیامبر میگفتن به این دلیل به اون دلیل ما نتونستیم در غزوه شرکت بکنیم، کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه و دو تن دیگر، هلال ابن امیه و مراره ابن ربیع، اومدن گفتند که ما هیچ عذری نداشتیم ولی تنبلی کردیم، کسالت کردیم، شرکت نکردیم. و بعدش که پیامبر اینها رو تنبیه کرد و مدتی با اونها مردم قطع رابطه کردند، کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه میگه من از این صداقت و راستیمون چقدر استفاده کردیم، خداوند توبه ما رو پذیرفت و ارزش و جایگاه ما در میان مردم بسیار بالا شد و آیاتی در این زمینه نازل شد. امیدوارم الله متعال به همه ما توفیق بدهد که صداقت و راستی داشته باشیم و در زندگیمون صداقت و راستی رو پیاده بکنیم. از اینی که ما رو همراهی کردید در این جلسه از شما تقدیر و تشکر میکنم. تا جلسه دیگر و وقت دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.